بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن، پای صحبت‌های آذر ماجدی خواهیم نشست و به حوادثی که تو منطقه هست، به خصوص در افغانستان بعد از 20 سال از 11 سپتامبر که میگذره نگاهی خواهیم داشت. آذر ماجدی، براتون روز خوبی را آرزو میکنم. خیلی متشکرم، روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. آذر ماجدی، اخیراً با پرتاب طالبان به قدرت در افغانستان بحث‌های زیادی میشه. اگر امکان داره یه نگاهی به تاریخچه به اصطلاح منطقه و جنبش اسلام سیاسی تو منطقه بیندازیم، اگه بخواییم به اصطلاح یه تصویری به شنوندگان ما و بینندگان ما بدین، چه صحبتی رو میتونیم بگیم؟ افغانستان و مشکلش با حالا اسلام سیاسی، جنبش اسلامیستی و تروریسم اسلامی از دقیقاً از زمان جنگ سرد آغاز شد. موقعی که شوروی تو افغانستان دولتی رو آورد سر کار، بعد کودتا کرد، بعد اونجا وایساد جنگید و آمریکا و غرب، ناتو در جنگ سرد و در رقابت‌هایی که توی جنگ سرد وجود داشت، اسلامی‌ها رو مجهز کردن، به سلاح آموزش دادن، پول بهشون دادن و کشور رو از همونجا انداختن توی پروسه جنگ و تروریسم و ویرانی و عقب موندگی. دولت قبلی، دولت طرفدار شوروی، اون هم دولت مترقی نبود، ولی یه دولت سکولار بود. به هر حال توی چارچوب اون بلوک شرق مسئله مذهب نقش کمتری داشت، مدرنیسم بالاتر بود، سکولاریسم بالاتر بود، نقش زنها بهتر بود. یعنی به یک معنای دولت متمدنتر و مدرنتر و سکولارتری اون موقع سر کار بود. آمریکا و غرب برای مقابله با شوروی و عقب موندن شوروی، اسلامی ها رو مسلح کردن، مجهز کردن، آموزش دادن، آوردن توی افغانستان. اول مجاهدین اسلامی بودند که اتفاقا دست بر قضا احمد شاه مسعود، پدر این احمد شاه مسعود الان که قرار قهرمان بشه تو افغانستان، قهرمان اصلی این ماجرا بود. و بعد طالبان اومد سر کار، مجاهدین و طالبان با هم جنگیدن و بعد طالبان اومد. منتها همه این پروژه‌ای بود که از طرف آمریکا و غرب ریخته شد در جنگ سرد. و دقیقا همون موقع بود که ایران هم انقلاب شد و باز غرب با به رهبری آمریکا اومدن و اسلامی ها رو آوردن تو ایران. یعنی تز این که اون منطقه رو با اسلامیست ها در مقابل شوروی اون موقع ما میستیم و تمام پروژه قبلی امپریالیستی و برای گسترش و توسعه کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا توسعه تحت توسعه و غیر و ذلک، که قرار بود درجه ای از مدرنیسم و سکولاریسم رو بیاره تو جامعه، همه گذاشته شد کنار و اسلام اومد برای اینکه بتونه جلوی شوروی بیسته و توی جنگ سرد غرب بتونه به این طریق شوروی رو عقب بنشونه. اول افغانستان رو داشتید و بعد ایران رو داشتید و بعد دیدیم که بقیه چطوری پشتش اومدن. این طالبان و مجاهدین اسلامی از اول ساخته و پرداخته و محصول آمریکا بودن. همشون از آمریکا حقوق می‌گرفتن. مأمور سازمان سیا بودن. احمد شاه مسعود همینطور بود، بعد طالبان همینطور بود، القاعده که اومد همینطور بود، بن لادن همینطور بود، تمام این رئیس جمهورهای چپ و راستی که اومدن تو این مدت، خرزای، بعد غنی و الان طالبانیا، همه اسماشون دونه بدونه داره در میاد که تو لیست حقوق بگیرای سازمان سیا بودن، اصلا مأمور آمریکا اومدن اونجا. این اتفاق افتاد و افغانستان سقوطش رو به سمت نابودی، ویرانی، نداشتن هیچ نوع آرامشی توی کشور و عقب موندگی وحشتناک مذهبی و قشری و غیر و غیره از اون تاریخ شروع شد. و بعد از اینکه شما تو 1991
بعد از اینکه عراق به کویت، صدام به کویت حمله کرد و بعد غرب اومد وسط و به عراق حمله کرد و غیر و زاله، که اون موقع همه رو آمریکا تونست بیاره رو پشت خودش، حتی دولت اون موقع شوروی گورباچف سر کار بود، اون هم حمایت کرد حمله به عراق رو. بعد عراق رو هم به همین موقعیت ویرانی دوچار کردن. در نتیجه این پروژه‌ای که خاورمیانه یه روز خواب خوش به خودش ندید، بحران پشت بحران، جنگ که ریشه یکی از نقاط عفونی اصلیش اسرائیل بود و مسئله فلسطین، به این شکل به افغانستان و عراق و ایران هم سرایت کرد. و بعدش 10 سال، شما 91 تا 2001 رو داشتید که افغانستان زیر طالبان، اول مجاهدین و بعد طالبان داشت دست و پا میزد، عراق رو داشتید که با تحریم اقتصادی دمار از روزگارشون در اومد، در این حال کردستان عراق تبدیل شد به یه جایی برای خودش که بخور بخور، اونام از اونجا شروع شد. نقش آمریکا و نقش غرب و ناتو یا امپریالیسم هر میخواید بگید تو این 10 ساله کاملا شما رد پاشون رو تو تمام ویرانی و بدبختی و خشونت و سرکوب و تروریسمی که تو منطقه پیاده میشه رو دارید میبینید. بعد 2001 رو داشتید که با حمله تروریستی 11 سپتامبر، که هنوز معلوم نیست واقعا این حمله رو کی کرد، چطوری شد، کلی هم تئوری توطئه هست، من وارد اونا نمیشم، ولی این دقیقاً یک نقطه آغازی بود برای اینکه آمریکا بعد از سال 91 که میخواست نظم نوین جهانی تبدیل بشه به رهبر اصلی دنیا، در سال 2001 هم بعد از این واقعه تروریستی همین پروژه رو دنبال کرد و به اسم جنگ با تروریست ها اومد و افغانستان رو بهش حمله کرد. و الان 20 سال از اون تاریخ میگذره، 20 سال جنگ، خونریزی، کشتار، نابودی اون جامعه، از هم گسیخته شدن تمام شیرازه اون جامعه، عقب موندگی وحشتناک رو به افغانستان تحمیل کرد، مهاجرت های وسیعی که مردم افغانستان مجبور شدن انجام بدن، چه به ایران چه با پاکستان. و این منطقه عفونی من اسمشو میذارم برای اینکه تمام اون منطقه رو گرفته. الان 20 سال بعدش آمریکا به دلایلی تصمیم گرفت که ارتش خودشو بکشه بیرون. و حالا باید راجع به این بحث بکنیم، اینکه آمریکا ارتشش رو کشته بیرون آیا به این معنیه که آمریکا شکست خورد؟ آیا به این معنیه که پروژه آمریکا به شکست انجامید؟ آیا به این معناست که پروژه لیدر جهان تموم شد؟ آیا باید عقب نشینی آمریکا از افغانستان رو به عنوان شکست آمریکا و پیروزی طالبان دید؟ اینا چیزایی هست که ما باید راجبش بحث کنیم. طالبان رو آمریکا برگردوند، از اول آمریکا آورد سر کار، بعدش دوباره الان آمریکا برگردونده آورده سر کار. طالبان و حالا این احمد شاه مسعود توی پنشیر داره میجنگرم، درست از هواپیما اینجا بردن فرست کلاس اونجا پیادش کردن از اروپا، مامور آمریکاست، در این حال با جمهوری اسلامی دستش تو دست هم دیگه است. لازم نیست زیاد ما نگاه کنیم، لازم نیست ما خیلی دقیق نگاه کنیم تا این پروژه رو ببینیم چقدر همش مثل مهره های شطرنج چیده شده، دست کیا تو کاره، چه جوری نمیخوان بذارن که مردم منطقه یک نفس راحت بکشن، یه روز آب خوش از گلوشون بره پایین. جنگ جنگ جنگ، ویرانی ویرانی ویرانی، عقب موندگی عقب موندگی عقب موندگی، و الان تو این 20 سال تو قالب تروریسم. و اون چیزی که منصور حکمت جنگ تروریستا نامید، جنگ دو قطب تروریسم دولتی و اسلامی نامید، و نشون داد که اینها الان چطوری این اسلامیستا محصول آمریکا بودن، الان دارن با هم می‌جنگن. ولی خیلی روشن دیدیم که بعد از چند سال، بعد از حمله به عراق 2 سال بعدش تو 2003، چطوری اینا دست تو دست هم گذاشتن علارغم دعواهایی که با هم دارن و تحریمایی که میشه غیره، چطوری توی پروژه نابودی تو منطقه دارن کار میکنن. بعد میاد 2010-2011 با خیزش توده‌ای توی منطقه، ویرانی که تو اون کشورها به وجود آوردن، از هم پاشیدگی شیرازه 2 جامعه، یکی سوریه یکی لیبی، و بعد داعش که یکی مثل طالبان که اونم باز ساخته آمریکا و غرب و اسرائیل. این پروژه است و الان باید نگاه کنیم. این یه فصل دیگه یا یه پرده دیگه از همین تاریخ و سناریوی نابودی کشتن و آرامش نداشتن منطقه است، به دلایل مختلف سیاسی ایدئولوژیک، میتونیم بعدا راجبش صحبت بکنیم، فقط عشق دیوانگی نیست،
دلایل سیاسی ایدئولوژیک مهم و جدی داره. این بلا الان دوباره سر افغانستان اومده، آمریکا طالبان آورده دوباره سر کار. خب آذر ماجدی، شما از طلوع بسان خونین نظم نوین جهانی صحبت کردیم و بخشن خب ما شاهد این بودیم که به حرکات توده‌ای در لیبی و سوریه و اینا هم اشاره ای داشتین، آن چیزی که به بهار عربی به سا عنوان شد. آیا شما فکر میکنین که آمریکا به اهداف خودش رسیده تو این پروژه، یا بخشن اینطوری عنوان میشه که خب آمریکا در تمام پروژه به سا خاورمیانه بزرگ و نظم نوین جهانی به شکست خورده؟ نظرتون در این رابطه چیه؟ من کاملا با این تست مخالفم. به نظرم این تست عمق ماجرا رو نمیبینه، سطحی به ماجرا نگاه میکنه. باید دید اهداف آمریکا یعنی چی. آمریکا توی رقابت با شوروی دوره جنگ سرد تو رأس بلوک غرب قرار داشت در مقابل شرق و اونجا لیدرشیپ خودش رو تامین میکرد به عنوان رهبر تو ناتو و غیره. بعد از اینکه جنگ سرد تموم شد و بلوک شرق از هم پاشید، مسئله نظم نوین جهانی مطرح شد، اینکه کی رئیس دنیاست. آمریکا برای اون میجنگید و عملا تونست این ریاست رو تامین بکنه به اشکال مختلف. و بعد شما در سال 2001 وقتی آمریکا گفتیم ما میریم با تروریست ها میجنگیم، تونست تمام دنیا رو ببره پشت خودش. تمام دولت ها معلومه روشن، هیئت حاکمه ها غرب رو خیلی محکم پشت خودش داشت، غربی که داشت شروع میکرد نقنق بکنه و داشت بهش انتقاد میکرد و بهش اونجوری دیگه کامل توی دست آمریکا نبود، اونو دو آورد منسجم پشت خودش. حتی اون موقع روسیه رو آورد پشت خودش و چین هم اون موقع هنوز قدرت اونجوری نبود، تونست یه بار دیگه موقعیت رهبری خودش رو تامین بکنه. 20 سال اونجا بود یه جایی و تونست در این حال با میدونید این خاصیتش فقط رئیس دنیا بودن نیست، برای آمریکا تونست چنان قطبندی ایجاد بکنه، تونست برای مدت طولانی خودش رو تو کشور خودش از نظر سیاست داخلی هم به عنوان ریاست جهان و محق بذاره و در این حال ترس از تروریسم اسلامی بتونه جامعه رو به یک نوعی بیاره پشت هم، که حالا یا در مقابل تروریسم اسلامی حتی اگر با دولت هم مشکلی دارن، این قطبندی تونست هیئت حاکمه آمریکا رو بهش قدرتی بده حتی تو سیاست داخلی. این اتفاق ادامه پیدا کرده. اینکه حالا روسیه اومده، چین اومده، میدونید کسایی که به نظر من سعی میکنن دعوا الان بین روسیه و چین و آمریکا تعیین میکنن، یه مقدار سطح ماجرا رو دارن بهش نگاه میکنن. اینکه آمریکا ارتش سربازای خودشو برد بیرون به معنی شکست نیست. اتفاقا نگاه کنید بلافاصله تا اون موقع که آمریکا از سربازاش اونجا بود، شما یه دونه تظاهرات نمیدیدید در نه از طرف افغانستان یا تو خارج کشور، نه از طرف کشورهای دیگه غربی، نه از طرف اپوزیسیون ایرانی که الان دارن دفاع میکنن، هیچ تظاهراتی نبود. هر اتفاقی تو افغانستان میافتاد کسی کاری به کارش نداشت. بعضا ممکن بود یه شما گزارشای ببینید از فرضاً قتل ناموسی یا زدن زنا یا همین، این تنها چیز بود. انگار کشور امن و امان افغانستان، کشوری که توش اون وحوشای قشری اسلامی حکومت میکردن، مامورین سازمان سیا تمام رؤساش بودن، یه فرقی کرده بود. اگه قبلا طالبان زن و باید مقنعی میپوشتن، الان مثلا چهرهاشون رو ممکن شما تو تلویزیون هم ببینید. این تمام به اصطلاح اصلاحاتی بود که تو موقعیت زنا انجام شده، در حالی که وقتی بر میگردید به قبل از دخالت آمریکا، زنا دانشگاه میرفتن درس میخوندن، نمیگم برابر با مردا بودن، ولی موقعیت مدرنتر و بسیار متمدنتری داشتن. الان رسیدن به اینجا، ما باید کف بزنیم برای آمریکا که آمریکا اونجا بوده، این دوتا رئیس جمهور مامور سیا رو اونجا گذاشته، لویا جرگر هم آورده، وضع زنا گویی بهتر شده یا جامعه وضعش بهتره. این جامعه افغانستانه، چند میلیون مردم افغانستان مجبورن برن به پاکستان و به ایران تو شدیدترین شکل استثمار، سرکوب، توهین، تحقیر زندگی کنن.
برخوردی که با مردم افغانستانی تو ایران میشه رو شما نگاه کنید، چه از طرف هیئت حاکمه، چه بعضا از طرف جامعه، راسیسم عمیقی که اونجا وجود داره علیه مردم افغانستان، و اینا باید اینا رو تحمل میکردن برای اینکه نمیتونستن تو افغانستان بمونن. همینطور در مورد پاکستان. ولی این گویا اوکی بود، ما کاری نداشتیم، نه تظاهرات میکردیم نه هیچ. آمریکا میگه من میکشم عقب، طالبان میاد، همه میریزیم تو خیابون. ما باید دفاع کنیم از آزادی خواهی، از برابری طلبی، از تمدن، از حقوق زنا، از حقوق مردم زحمتکش، از حقوق مردم تحت ستم. درسته، ولی چرا تا حالا 20 سال بود هیچی یادمون نبود؟ بعد الان طالبان اومده چنان این حرفا زده میشه که گویی وقتی آمریکا اونجا بود، ارتشش اونجا بود و غنی مأمور سازمان سیا رئیس جمهورش بود، افغانستان وضعش خوب بود. الان طالبان اومده آخ 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 فز بد شده. آیا این آمریکا رو بزرگتر نمیکنه؟ آیا این به زبون بی زبونی نمیگه آمریکا برگرد؟ چون راه دیگه‌ای که جلوش نمیذاری، کار دیگه‌ای که نمیتونی بکنی، سازمان دیگه‌ای که نمیدی که بتونی در مقابل دو قطب تروریسم بایستی. وقتی تا وقتی آمریکا بود هیچ کاری نمیکردی، آمریکا رفت، طالبان برگشت، یه دفعه یادت افتاده اعتراض تظاهرات کنی. این چه معنایی میده به زبون روشن توی دنیا؟ آمریکا اتفاقا پیروز شد. آمریکا تونست سربازاشو بکشه بیرون. دیگه توی جامعه خودش هم تحت فشار نباشه که 20 سال ارتش اونجا گذاشته. یه فشارهای داخلی رو از پشت خودش ورداره. چیزی بود که مدت‌ها بود به فکرش بود، راهش رو می‌خواست پیدا بکنه. وقتی اوباما می‌خواست بیاد سر کار، اولین چیزی که گفت، گفت ما ارتش رو از افغانستان بکشیم بیرون. 2009 بود فکر می‌کنم اوباما رئیس جمهور شد. اومد سر کار، دید نه. اون تعیین نمی‌کنه. هیئت حاکمه هنوز فکر میکنه که اونا باید اونجا باشن. ساکت شد، لام تا کام حرف نزد. همونطور که گفت گوانتانامو رو میبنده، لام تا کام حرف نزد، همه چی به همون شکل ادامه پیدا کرد. ولی الان رسید به جایی که دیدن که ترامپ هم نتونست بکشه بیرون، گفت میکشه بیرون. الان شرایط طوری آماده شد براشون که ارتش رو بکشن بیرون. براشون خاصیت‌های بیشتر به نظرم داخلی داشت و شاید مقداری حتی منطقه‌ای، ولی در این حال پیروز شد آمریکا. الان همه دارن میگن طالبان اومده. چرا؟ آخ آخ طالبان پدرمون در اومد، 20 سال هیچ کی اعتراض نمیکرد، پس وقتی آمریکا بود خوب بود. من نمیخوام اینجا کارای وحشیانه تری که طالبان میخواهد کرد تو جامعه، بعضا به خصوص در مورد زنها، اینو نمیخوام روش بپوشونم. میخوام بگم تحلیل ما کجاست، از چه زاویه ای نگاه میکنیم و راه حلمون چیه. ما بفرمایید بعدن ادامه. خب آذر ماجدی، شما اشاره کردین که به شکست آمریکا. خب معمولا آمریکا رو به حساب گلدریش و با به حساب طرح‌های نظامیش، پایگاه‌های نظامیش، حضور نظامیش تو منطقه به حساب، معمولا خب میگفتن یه نیروی امپریالیستی اومده و اهداف خودش رو پیش میبره. ما شاهد این بودیم که در سوریه به حساب یکی از سیاه‌ترین نیروها رو راه انداختن. داعش یکی از دست‌سازترین نیروهایی بود که تو سوریه راه انداختن، ولی عملا و خواهان این بودن که خب بشار اسد رو برکنار کنن، نتونستن. تو عراق باز دوباره به جنگ داعش رفتن. فکر نمی‌کنیم که واقعا پروژه شکست خورد، و الا خب برای آمریکا خیلی راحت بود که سیاه‌ترین نیروها رو داشته باشه، باشه ارتباط داشته باشه، همونطور که با جمهوری اسلامی به اصطلاح 40 سال حالا تمام تلاشش اینه که بگه آقا جون به اصطلاح ریش و سبیلیتون رو اصلاح کنین، و با هم ارتباط هم دارن. فکر نمی کنین که این شکست خورده، نتونست مثلا داعش رو راه بیندازه، نتونست منطقه رو به حساب دست این نیروی اسلام سیاسی بده؟ ببینید آمریکا راه انداخت، آمریکا، بریتانیا و اسرائیل داعش رو راه انداختن. هنوزم داعش رو هر وقت بخوان ازش استفاده میکنن، اینجا رو علم میکنن، اونجا علم میکنن، لولوی هست که اینور اونور علم میکنن. طالبان رو آمریکا رو انداخته، القاعده رو آمریکا رو انداخته، جمهوری اسلامی رو آمریکا آورده تو ایران. آمریکا پروژش به این معنی چرا شکست خورده؟ اینکه
نظامی که نه شکستش ندادن که تو اونجا تو جنگ که نه طالبان با سربازای آمریکا جنگ نکرد که اونا رو شکست بده بیاد سر کار بشه گفت شکست خورده، خودش تصمیم گرفت بعد از 20 سال بکشه عقب و الان داده دست طالبان که طالبان هم چشش به آمریکاست، تو دست آمریکاست. یعنی چی شکست خورد؟ آمریکا مسئلهش اینه که قدرت اصلی دنیا باشه، هست. این که الان چین از نظر اقتصادی خیلی پیشروی کرده و خیلی اومده جلو، چین نیست تو اون مقام، روسیه نیست تو اون مقام. آمریکا رهبر ناتو و رهبر غربه و الان کماکان اون موقعیت رو حفظ کرده. باید گفت اول تعریف کنیم هدف آمریکا چیه، بعد بگیم آیا هدفش شکست خورد یا نه. هدفش جنگ موندن تا ابد تو افغانستان نبود، همچین هدفی نداشت، قرار نبود این کارو بکنه. میخواد رهبر دنیا باشه، هست. میخواد آقای دنیا باشه، هست. و اسرائیل تو جیب آمریکاست. از اون ور داعش و طالبان و اینا ساخته آمریکاست. جمهوری اسلامی با همدیگه یه جنگایی دارن که بعضن زرگریه بعضن نیست، ولی جمهوری اسلامی، خب ببینید به عراق هم حمله کرد، نتیجهش این شد که جمهوری اسلامی موقعیت بسیار قوی تری تو افغانستان و منطقه پیدا کرد. الان تو افغانستان، قبلش هم افغانستان جمهوری اسلامی اونجا نقش داشت، الان نقشش بیشتر شده توی افغانستان. تو سوریه هم جمهوری اسلامی نقش داشت. جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک نیروی منطقه‌ای که با این تروریسم اسلامی بتونه خودش رو نگه داره. جمهوری اسلامی خودش پاش تو گله توی جامعه ایران و نمیتونه این موقعیت رو به طولانی مدت حفظ بکنه. ولی آمریکا درست تحریم میکنه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگ آنچنانی با جمهوری اسلامی نداره. شما باید نگاه بکنید کاری که آمریکا میخواست بکنه، یعنی نگه داشتن آشوب دائمی، یه منطقه ناامن دائمی با جنگ دائمی که با قضیه اسرائیل و فلسطین شروع شد و بعد تمام جنگ‌های ضد کلونیالیسم. من نمیخوام وارد اون تاریخ بشم. آمریکا این موقعیت رو تونست بعد از قضیه نظم نوین جهانی تشدید بکنه و بعدش افغانستان، جنگ با عراق، حمله به سوریه، نابود کردن لیبی، تونست این به اینجا برسه. آیا کسی میاد میگه آمریکا ضعیفه؟ آیا هنوز شما میخواید بگید این که سوریه و چین میان روسیه ببخشید، روسیه و چین تو منطقه دارن میجنگن، اینا تونستن موقعیت آمریکا رو بگیرن و به خاطر اینکه اینطوری شده آمریکا مجبور شده بکشه بیرون؟ آخه باید دید چرا آمریکا رفته بیرون. به نظر من آمریکا رفته بیرون ولی الان همون چیزی که میخواد پیدا کرده. اگر شما اینجا واقعا الان تو افغانستان ببینید که کمونیستا دارن رشد میکنن، چپ داره رشد میکنه، داره یه جنگ شروع میشه که کمونیستا ممکنه قدرت رو بگیرن، اون وقت ببینید نقش آمریکا و سوریه و چین همه با هم چطوری خواهد شد و چطوری دوباره حملهشون رو آغاز میکنه. ببینید به نظر من این تز که آمریکا شکست خورد یا هژمونیش تموم شد یا فلان شد، اینا تزای سطحیه. این تز جواب نمیده برای اینکه آمریکا شکست نخورد. چجوری دارید شکست آمریکا رو تعریف میکنید؟ ویتنام فرق میکرد. ویتنام آمریکا رفت جنگید، کلی سرباز برد. ویت کنگا و در واقع ویتنام جنوبی، اونها شکست دادن تو جنگ آمریکا رو. آمریکا مجبور شد فرار کنه چون تو جنگ شکست خورد. و این شکست آمریکا بود تو یه دونه از سناریوهایی که توش دخیل بود. ولی افغانستان اون نیست. اینکه هلیکوپتر اومد و همه رو برد و مردم اونا که همکاری میکردن افتادن و واقع وحشتناکی که ما چند وقت پیش تو افغانستان دیدیم و سال 75 تو ویتنام، اینا دوتا از یه جنس نبود. نشون میداد آمریکا چطوری پامیشه میره و مهم نیست چقدر براش کار کردی میندازدت میره. اینو نشون داد ماهیت سیاسی، اخلاقی، ایدئولوژیک آمریکا رو نشون داد، ولی شکست نظامی آمریکا نبود. آمریکا هنوز قلطره، هنوز قول داره تو آمریکای جنوبی. ببینید یه دوره‌ای بود فرضاً تو دهه 70 آمریکا با کودتاهای نظامی آمریکای جنوبی رو میگفتن مثل حیات خلوت خودش تو دستش بود. آرژانتین، برزیل، شیلی، السالوادور، نیکاراگوا، همه اون منطقه رو به نوعی تو دست خودش داشت. و تمام جنگش با کوبا و بعد تلاشش. ولی الان دیگه دولت‌های اونجا دولت‌های نظامی دست ساز آمریکا نیستن. شیلی تموم شد، آرژانتین، برزیل، همه دیگه دولت‌های سیویل اومدن سر کار، همه‌شون هم عقب مونده، همه‌شون هم وحشتناک، تو جیب آمریکا. ولی مثل سابق نیست.
دوره عوض شده. این آیه به این معنی که آمریکا تو آمریکا توی آمریکای جنوبی یا آمریکای لاتین شکست خورد؟ نه. این واقع است. به نظر من واقعی ویتنام و کوبا دو تا واقعی هست که مثل یک دشنه‌ای توی ذهن و چشم هیئت حاکمه آمریکا هست، ولی فقط همونه. اندونزی چیکار کرد؟ کودتا کرد، 1,000,000 نفر تو اندونزی کشته شدن و رفت. قرار نبود تا ابد اونجا بمونه. که کره شمالی، کره جنوبی همینطور. این به نظر من ندیدن عمق ماجراست و نداشتن تحلیل دقیق از اهداف آمریکا، از نقش آمریکا. شما وقتی میتونید بگید یه جریان شکست خورده که یا واقعا تو جنگ نظامی شکست میخوره بیرونش میکنن، یا اینکه سیستم رو عوض میکنن. فرضاً اگر یک جریان مترقی تو افغانستان اومد بود سر کار، بله شکست آمریکا بود، بله. ولی طالبان مأمور خود آمریکا، بچه آمریکا، حقوق بگیر آمریکا اومده سر کار، چطوری میتونید بگید آمریکا شکست خورد؟ و تازه علاوه بر اینکه مأمور خودشو گشته سر کار، الان یه جوری راجع به افغانستان حرف میزنن که وقتی آمریکا بود خوب بود، وقتی آمریکا بود زنا حق داشتن، وقتی آمریکا بود ترقی خواهی بود. ممکنه به این زبون کسی نگه، ولی عملا دارن این کارو میکنن. الان اپوزیسیون ایرانی چپ و راست دارن این کارو میکنن. و برای من جالبه که اپوزیسیون چپ ایرانی هم اینجوری رفته توی این بحث و اینطور قاطی شده. من دوباره میخوام برگردم، فقط همین جمله، دوباره میخوام برگردم به تز منصور حکمت تو دنیا پس از 11 سپتامبر. افغانستان جواب محلی نداره. شما نمیتونید یه هیئت حاکمه، یه دولت مترقی تو افغانستان بیارید سر کار فقط با نیروی خود افغانستان، اون چیزی که الان ما میبینیم. جواب منطقی و بین المللی. خب آذر ماجدی، شما بر این باور هستی که خب استراتژی آمریکا به حساب تو منطقه شکست نخورده، چرا پس تاکتیکشون رو عوض کردن؟ یه روزی فرض کنین علیه همین طالبان جنگ کردن و امروز همون آدمایی را که گرفته بودن به عنوان به جرم تروریست توی گوانتانامو بود الان به حاکمیت راندن. فکر میکنین که خب اگر استراتژی آمریکا تو منطقه شکست نخورده، چرا این تاکتیکاشو عوض میکنه یا چه نفعی داره؟ ببینید تاکتیک خودش بنا به تعریف چیز موقته. استراتژی آمریکا اینه که رئیس دنیا باشه. رئیس دنیا باشه، ارتجاع رو تو دنیا نمایندگی بکنه، سرمایه‌داری رو حفظ بکنه به قیمت ویران کردن یه بخشی تو هم تو خود آمریکا، بتونه چنان شرایطی رو ایجاد کنه که بتونه به جامعه حکومت بکنه و هم تو سطح دنیا. این استراتژی آمریکاست. برای این استراتژی ممکنه تاکتیکای مختلفی به کار ببره. تاکتیک گفتم حکومت‌های نظامی توی آمریکای لاتین یه دوره بود که الان دیگه این تاکتیکش نیست. تاکتیک حکومت نظامی توی اندونزی یا کودتا توی ایران زمان مصدق، این یه دوره این تاکتیکش بود. موقع جنگ سرد. جنگ سرد تموم شد. مسئله جنگ، حمله به عراق و بعد حمله به افغانستان و دوباره حمله به عراق و اینطوری ثابت کرد که من رئیس دنیا، من قلدر محلم، من کلانتر محلم، همین که هست. و همه پذیرفتن، همه به صف شدن، همه پذیرفتن. 20 سال اونجا بود، حالا بعد از 20 سال عقدشو کشته بیرون. این تاکتیک عجیب غریبی نیست. قرار نبود آمریکا تا ابد تو آمریکا سرباز داشته باشه. کی این فکر میکرد آمریکا تا من راستش فکر میکردم حتی 20 سالم اونجا بمونه. مسئله سر اینه که آیا وقتی آمریکا از عقدشو کشید بیرون، ماهیت دو حکومتی که تو آمریکا افغانستان مثلا سر کار تغییر کرد؟ این حکومتی که اومده سر کار آیا دشمن آمریکاست؟ آیا قرار یه جامعه متمدن تو افغانستان بیاره سر کار؟ طالبان دست ساخته خود آمریکاست، حقوق بگیر خود آمریکاست. الان عکس تمام رؤساشون رو میندازن که اینا چجوری مأمور سازمان سیا بودن. ببینید چرا تاکتیکش در مورد بن لادن تغییر کرد. بن لادن با هیلاری کلینتون و تمام اینا عکس داره. هیلاری کلینتون یه صحبتی داره میگه آره طالبان رو ما آوردیم، القاعده رو ما آوردیم، چون اون برای خاطر سیاست‌های خودمون بود. دیگه رسما خانم هیلاری کلینتون یکی از مقامات بالای هیئت حاکمه آمریکا همینا رو گفته. یه دوره هم یه دوره توی کاخ سفید بوده، یه دوره هم وزیر امور خارجه. بعد تصمیم گرفتن که بن لادن رو بکشن.
این چیز عجیبی نیست. تو سیاست های ارتجاع، نیروهای ارتجاعی الان با هم می جنگن، فردا با هم دوست میشن، الان هم دیگر می جنگن، الان با هم دست میدن. بستگی به این داره که چجوری الان تو این موزاییک، تو این یا این مهره شطرنج الان قرار اینجا کار بکنه. لذا این عوض کردن تاکتیک که شما بهش میگی هیچ شکستی برای اون هدف غایی آمریکا نداره. آمریکا رو باید تو صحنه سیاست و ایدئولوژی شکست داد. آمریکا رو باید عقب نشون با رشد ترقی خواهی، رشد سوسیالیسم توی دنیا، تو هر گوشه دنیا. ولی با اینکه الان اونجا ارتش داره ارتش رو میکشه بیرون، بعد نیرویی که میاد سر کار به همون کثافت خودشه، به همون ارتجاعی خودشه و مأمور خودشه، دستساز خودشه، فرزند ناخلف خودشه، تازه اومده بیرون، براش یه جور براش کف نمیزنن، ولی عملا به طور غیر مستقیم آه و ناله‌ای که برای اومدن طالبان میکنن یعنی که آمریکا چرا رفتی؟ تو خوب بود اینجا بودی، چه تو خود افغانستان، چه تو در میون مردمی که ناراحتن از اینکه طالبان اومده سر کار، یا طرفداران حقوق زن نوعی روایتشون رو بیان میکنن که ناراحتن گویی، نمیگن اینها، ولی پشتش اینه. مگه آلترناتیو شما چیه؟ طالبان نیاد آمریکا میموند خوب بود؟ برای من هر دوتاش این میگم، این که حالا طالبان اومده برای یه چیه شرایطی وضع بدتر میشه، شکی نیست. ولی ببینید، مثل بذار اینجوری نگاه کنم، خاتمی اصلاح طلبی 2 خردادی تو ایران که چه جور شلوغ کردن، یه سری از چپا اصلا چپه شدن رفتن پشت نیروی اصلاح طلبا و چه شلوغی کردن، چه فلان کردن. این کمونیسم کارگری و منصور حکمت بود که همون موقع تحلیل داد، تز داد و نشون داد که این یه بازیه و یه چیزی بین خود رژیم و دوبال رژیم و غیر و غیره، وارد اون نمیخوام بشم. و الان همین اتفاق داره میفته. الان غنی و آمریکا شدن اون اصلاح طلب خاتمی چی، طالبان به اصطلاح نیروی اصولگرا. اونجا مردم باید بگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تموم ماجرای جور دیگه کار کنن. ولی پاسخهایی که میدن، چه اپوزیسیون خود افغانستان، چه اپوزیسیون ایرانی چپ و راستش، و چه کلن نوعی که جهان الان داره، جهان مردم متمدن جهان ناراحتن طالبان سر کاره، ناراحتن زنا به اون شکل میفتن، اینا رو همه رو آدم درک میکنه و بهش احترام میذاره. ولی وقتی پشتش میری میگه خب جواب چیه؟ 20 سال آمریکا اونجا بود، 20 سال این اتفاقات میافتاد با ایشال یه درجه کمتر، چرا تو هیچی نمیگفتی؟ چرا وقتی مردم افغانستان میامدن مهاجرت پناهندگی بگیرن توی اروپا وای نمیستادی محکم ازشون دفاع کنی؟ الان یه دفعه یادت افتاده که آخ افغانستان میرسه دست طالبان. اینها در این حال به نظر من روایت خود آمریکا و غربه که داره چیره میشه توی سطح ایدئولوژیک توی جهان. و متاسفانه من بیشتر از این متاسفم که میبینم نیروهای چپ و کمونیست ایرانی هم عملا افتادن پشت همین ماجرا. آذر ماجدی، ما قبلا به ساح از مقوله جنگ تروریستا و تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی آمریکا صحبت میکردیم. الان به نظر میرسه که خب اینا همبستر شدن و فرض کنیم یکی از نمایندگان تروریسم اسلامی دقیقا خب از طریق آمریکا به حساب قدرت میرسن. فکر میکنیم که به پایان جنگ تروریستا رسیدیم تو منطقه؟ این که بشه این نام روش گذاشتن نذاشت من نمیدونم، برای اینکه الان میبینیم که تصلا تمام منطقه تروریسم داره از هم میپاشدش. و ظاهرا تروریسم، ببینید اسرائیل رو شما دارید به عنوان یه نیروی تروریستی وحشتناک مرتجع تو منطقه و سرکوبگر، و این ظاهرا یه رقیبش حماسه که اونم یه سازمان تروریستی اسلامیه. این وسط مثلا ظاهرا دارن این دوتا با هم میجنگن، مردم فلسطین دارن زیر دست و پا داغون میشن، چه از کشتار دائمیش، حملهش، یورشش، راسیزمش، تمام تو تمام سطوح وضعی که الان مردم فلسطین دارن نسبت به 20 سال پیش 100 برابر بدتر شده. اسرائیل اونجا داری و ظاهرا جمهوری اسلامی و اسرائیل هم با هم یه جنگ زرگری دارن اینجا، پشت پردن با هم خیلی کارا میکنن، و در این حال اون ویرانه رو دارید اونجا. اینکه جنگ تروریستا دو قطب تروریست تموم شده یا نه، ممکنه دیگه
مسئله تروریسم اسلامی اون بار رو نتونه پیدا کنه، در این حال عملیات های تروریسم اسلامی تو خود غرب کمتر شده نسبتا به اوایل کار که اونقدر وحشیانه بود. و ولی این الان من نمیتونم بگم تموم شده، هنوز هنوز زوده بر این که اینو بگیم، منتها مسئله‌ای که هست داره همون سناریو ولی میره جلو، حالا کمتر با اسلام در مقابل مثلا دولتی یا نه، ولی به نظر من هنوز این تز برای ما اهمیت داره. ببینید من شاید یه بار دیگه به این اشاره کرده باشم، من تحلیلم اینه که یک دلیلی که منصور حکمت دو قطب تروریسم رو مطرح کرد این بود که ما نیفتیم تو چاله امپریالیسم ضد امپریالیسم، برای اینکه چندین دهه بود که چپ تو این دامن افتاده بود، میرفت پشت، برای اینکه ضد امپریالیسم آمریکا بود، تن میداد به هر نوع عقب موندگی به اصطلاح داخلی، یا طرفدار شوروی میشد یا مثل حزب توده و غیره بود میرفت پشت شوروی، یا اینکه از تمام عقب موندگی ها دفاع میکرد. شما نگاه بکنید تو خود ایران سال 57 خمینی و اسلامیستا رو آمریکا آورد سر کار، غرب آورد سر کار، بخشی از چپ خلع سلاح شد به خاطر اینکه خمینی میگفت مرگ بر آمریکا. این ضد امپریالیسم ضد امپریالیسم متاسفانه جامعه رو دیدن تو دو تا قطب اینجوری، یک یه چیزی هست که متاسفانه عموم دنیا اکثریت مردم دچار این سطحی‌گری میشن. احتیاج هست که تحلیل‌های روشنبینانه‌تر، عمیق‌تر، علمی‌تر باشه تا چشم آدم رو باز بکنه. و اونجا وقتی که آمریکا تصمیم گرفت که به افغانستان حمله کنه، خیلی روشن بود که عده‌ای می‌رفتن پشت طالبان توی افغانستان در مقابل آمریکا، برای اینکه ضد امپریالیست بودن از طالبان دفاع می‌کردن یا از اسلامیستا دفاع می‌کردن، می‌رفتن پشت جمهوری اسلامی. منصور حکمت با آوردن این تز دو قطب تروریسم مانعی ایجاد کرد لااقل برای بخشی از جنبش کمونیستی ایران که بیفتن تو این تله امپریالیسم ضد امپریالیسم. همون موقع که منصور حکمت این تز رو مطرح کرد، ما بحثایی در اون حزب داشتیم، بودن کسایی که تو خود حزب ما فکر میکردن که این جنگ امپریالیستی و باید نوعی دیگه باش برخورد کرد، که بعدن اومد تزا بعد از مرگ منصور حکمت. بحث تمام سر اینه که این کمک کرد که ما تمام تصویر رو ببینیم، ارتجای هر دو طرف رو ببینیم، ببینیم که اینا هر دو دشمن مردمن، ببینیم که ما باید در مقابل هر دو بایستیم و از هیچ کدوم دفاع نکنیم. ولی متاسفانه این تز نتونست اونطور که باید و شاید بعدن دوباره توسعه پیدا کنه. منصور حکمت درگذشت و بعد تو خود اون جریانی که یک دوره تو حزب کمونیست کارگری بود، تزای عجیب غریب از دو طرف در اومد بیرون. یکی رفت پشت از ضدیت با اسلام یا اسلام سیاسی افتاد پشت غرب، یه دی از ضدیت با امپریالیسم عملا بدونی که رسما بگن از این عقب موندگی ها دفاع کردن، بعضن از حزب الله حتی تو لبنان یه نوع غیر مستقیم دفاع کردن. ما اینا رو دیدیم و الان داریم اینو میبینیم. آمریکا شکست خورد، هژمونی طلبیش تموم شد، این شکست آمریکاست، طالبان اومده نه اینطور نیست، اینطور نیست. آمریکا به من نشون بدید شما به طور ابژکتیو کجا شکست خورده، شکستش به چه معنیه، کشیده ارتشش رو بیرون با شکست نظامی کشته بیرون یا خودش تصمیم گرفته بره، و حکومتی که الان سر کاره آیا ضد آمریکاییه، آیا مترقیه، آیا ترقی‌خواه، یا مأمور آمریکاست. در نتیجه من فکر میکنم هنوز باید تو این چارچوب دید، علی رغم دردی که آدم احساس میکنه برای واقعا تراژدی که تو زندگی مردم افغانستان الان نزدیک 50 سال داره میشه، این دولت‌های مختلف امپریالیست و تروریسم دولتی و غیره بلاهایی که سر مردم افغانستان آوردن، این نه تحلیل درستیه، این سطحیه. و بعد این عکس‌العمل ما که از این تحلیل ناشی میشه بعضن، یا به خاطر این فجایع طالبان میایم چیزی میگیم که عملا غیر ترقی خواهان است، غلطه، ربطی به کمونیسم و سوسیالیسم و آزادی خواهی نداره، و میفتیم تو همون دامن همون روایت عمومی. آذر ماجدی، خب الان بعد از یک دوری ما شاهد به اصطلاح
منجلابی که این جنگ تروریستا به منطقه تحمیل کرده هستیم. اوضاع افغانستان خب برای همه مشهود هست. توی عراق اوضاع خوبی نیست، اصلا از لیبی صحبتی نمیشه. مسئله فلسطین هنوز به حساب مثل یک زخم باز هنوز هست. در لبنان و در کشورهای دیگه، جنگ هایی که در یمن هست، ما شاهد این هستیم که مردم به حساب قربانیان این فاجعه هستند و خب دارن به حساب چی میگن عواقب این جنگ رو، این جنگ تروریستا رو دارن پرداخت میکنن. و تو افغانستان اگه برگردیم به مسئله افغانستان، خب بالاخره آمریکا تلاش کرد که از طریق به اصطلاح یه سری انجمنهای راه بیندازه و دموکراسی بازی کنه و مسئله قومی رو به حسابش باد زد. ما یادمون هست که لوی جرگه درست کردن، رهبران به حساب این قبایل و اینا رو جمع کردن و حکومت تشکیل دادن. تو عراق همینطور لوی جرگه عراقی درست کردن، کرد گذاشتن، سنی گذاشتن، مسلمون گذاشتن. خب شما عنوان کردین که منطقه به حساب یک راه حل منطقه‌ای برای پایان دادن به این اوضاع لازم هست. بالاخره یک جنگ از جایی باید شروع بشه. توی ایران مردم تصمیم گرفتن که حکومت اسلامی رو سرنگون کنند، ولی گویا عواملی تو جمهوری اسلامی پیدا شدن که مدینت النبی رو الان توی کابل پیدا کردن. اخیراً یکی از روزنامه نویس های جمهوری اسلامی شریعت مداری گفته که به تاجزاده تفنگ بدین بره از اصلاحات تو پنشیر دفاع بکنه. شما نظرتون در رابطه با این مسئله پنشیر و مقاومتی که از اونجا دارن صحبت میکنن چی هست؟ این مسئله توی جامعه ایرانی هم شدیداً به اصطلاح مورد بحث هست، در صورتی که خب کسایی که همون الان تو پنشیر علیه طالبان دارن به اصطلاح دعوا میکنن، خودشون از سیاه‌ترین نیروهای به اصطلاح اون جامعه بودن و به اصطلاح برای به وجود آوردن این اوضاع تو افغانستان سهیم بودن. نظرتون در رابطه با این مسئله چی هست؟ ببینید، پنشیر یه بار دیگه ما صحبت کردیم، این که راجب این که مردم مسلح بشن و دفاع کنن از خودشون، بس تمام سر این بود تحت چه رهبری. مردم عادی فقط مستحصلن تو دام هر جریان ارتجایی خواهند افتاد، برای اینکه اونا قدرت دارن، اونا پول دارن، اونا رهبری دارن، اونا پشوانه دارن. مردم عادی فقط تو زیر دست و پا له میشن. همون موقع بس این که خب مسلح بشن چیکار کنن؟ قرار نیست که ما چریک که نیستیم بگیم مسلح. باید معلوم باشه شما برای چی میجنگید. ببینید تو کردستان سال 58 وقتی جنگ مسلحانه شروع شد، کمله نیروی کمونیست بود، یه نیروی سوسیالیست بود، تونست مسلح کنه. حزب دموکرات هم حالا به یه نوعی دیگه، ولی اون جریانی بود که دنبال بیشتر مماشات بود، ولی من عملا افتاد تو این موزه. با جمهوری اسلامی جنگید، از کل طرف کل مردم آزادی خواه و چپ ایران هم حمایت شد، خیلی ها رفتن اونجا و خب اون واقعا معنا داشت. ولی الان همون نیروهایی که یه زمانی چپ بودن، الان ببینید تو کجا قرار گرفتن. مهتدی اومده میگه کردستان همون پنشیره. الان کی تو پنشیر سر کار داره می جنگه؟ احمد مسعوده، پسر احمد شاه مسعود، مأمور سازمان سیا، دوست جمهوری اسلام. بعدش چپای دیگه هم الان همه رفتن به نوعی افتادن تو همین بازی های مماشات و برای قدرتگیری و پول در آوردن. الان فرضاً شما بخواید این جنگ مسلحانه رو بندازی چی میشه؟ کی قرار مهتدی بشه رهبرتون؟ قرار مثلا جریان کمله که همش دنبال مماشات با اون بشه رهبرتون؟ کو اون نیروی کمونیست و مترقی که بتونه یه جنگ رو حمایت چیز بکنه، رهبری بکنه؟ حالا دور شدم، ولی فقط برای اینکه نشون بدم قضیه چجوریه. این پنشیر از اولش برای من روشن بود، مردم دارن زیر دست و پا له میشن، مردم دارن میشن گوشت دم توپ هر دو طرف.
این یارو که الان رهبرشونه، این یارو مأمور سیاست، مأمور ناتوست، با جمهوری اسلامی دست به دست داده هم دادن، تو ایران زندگی کرده، با هیئت حاکمه جمهوری اسلامی خوب دوست بودم، خودش هم باباش فرستادن انگلیس درس خونده، بعد الان با هواپیمای فلان بردنش اونجا که بشه بریم علیه طالبان بجنگیم. یه جنگ دیگه رو انداختن هر دو طرفش با آمریکا، هر دو یعنی دو تا نیروی آمریکایی دارن با هم دیگه میجنگن اونجا و قرار مردم زیر دست و پا له بشن. این اتفاقی که تو پنجشیر داره میفته و واقعا مردم دارن زیر دست و پا له میشن. و بعد یه مردم آسی مستصل، بعضن جوونا، ممکنه بیفتن تو این قالب که اینقدر از طالبان بیزارن که بیفتن تو این چاله و یا چاه این جریان ارتجایی اسلامیستی دیگه که توی پنجشیر الان داره جنگ مسلحانه میکنه. الان خیلی از اپوزیسیون راست، حتی اپوزیسیون چپ من دیدم که پنجشیر رو لاقل الان ممکنه ساکت شده باشن، ولی اولش خیلی پنجشیر رو با رژاوا مقایسه میکردن، با این مقایسه میکردن، فلانه این بیساره، براش کف میزدن. بعد من میگفتم آقا چجوری میتونی تو کف بزنی؟ اینا اسلامیستان که اومدن به یه نوع دیگه سر کارن، دارن مثلا با طالبان میجنگن. ولی این واقعیتی هست که اونجا داره اتفاق میفته، این واقعیتی هست که مردم واقعا مستصل به افغانستان تو دامش میافتن. خب معلومه میخوان اعتراض کنن، میخوان حقشون رو بگیرن، مثل اعتراضاتی که زنا توی کابل داشتن. ولی همونو نگاه میکنی، گزارشاشو میخونی، به عکسایی که تو فیسبوک این ور اونور میذارن، به نظر من نباید زیاد چیز کرد، چون دقیقا میره تو همون روایه. گویی شما با یه جنبش آزادی زن فلان روبرو هستی، در حالی که بعضن یه ده میگن خب بریم یه چیزی بنویسیم از طالبان یه چه خواستایی داشته باشیم، اون یکی میگه نه من میخوام. ولی نگاه میکنی میبینی چقدر این جنبش افقش تنگه، داره میجنگه، حقشه، باید بجنگه. ولی این واقعیته. ببینید ما مثلا سال 57 وقتی که اون جنبش زنان شروع شد، 8 مارس که ریختیم تو خیابون و اعتراض کردیم و غیر و ذالک، همون موقع یه جریانی بود طرفدار جبهه ملی، نهضت آزادی، فداییایی که گرایش فدایی سازمان فداییان که دیدیم بدنم از توش چیا در اومد بیرون، و یه سری چپای پوپولیست دیگه، وقتی جمع می شدیم دور هم که بحث بکنیم، همشون داشتن میگفتن بریم از دولت بازرگان بخوایم این دوتا خواست رو به ما بدن. چند نفر بودن که فشار می آوردیم این چیه؟ همون موقع شیرین عبادی هم بود، همه اینا بودن. بعدن اینا اومدن جلو صحنه، شما فهمیدی کی شد، نشد اکثریتی، اون شد فلان، اون شد بیسار، ولی همون موقع اونم بود. ولی یه جنبش رادیکال چپ کمونیستی که سوسیالیسم میخواد اون وسط بود. ولی تو افغانستان متاسفانه الان هیچی نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. اینقدر نگرانن که حق هم دارن نگران باشن، که وقتی نگاه میکنی بعضن دوستای جمهوری اسلامی هن، بعضن طرفدارای همین مثلا اصلاح طلبای جمهوری اسلامی هن، که حتی گفتن توی تهران یه خیابون میخوام بکنم پنجشیر. میدونید جمهوری اسلامی چقدر نقش داره اونجا، تا کجا، تا عمقش توشه. این متاسفانه این واقعیت نمسی جنگ دو تا جریان مافیایی که میفتن به جون هم و مردم دارن زیر دست و پا له میشن و تروریزه میشن و همه زندگیشون داره نابود میشه متاسفانه. ولی ما باید بتونیم دید عمیق‌تری داشته باشیم، تحلیل عمیق‌تری داشته باشیم، این تحلیل رو به معنی روایت عمومی بذاریم جلوی مردم، و اون وقت کار آسونی اصلا نیست، ولی به طور واقعی باید برای یه راه حل گسترده‌تر مبارزه کرد. فلسطین با اون همه پشتیبانی که داشت تو سطح جهان، ببینید هنوز وضعش چطوریه. یه همه بردن اونجا گذاشتن بالا سرش. آذر ماجدی، شما از عبدالله مهتدی صحبت کردین و از پنجشیر بودن کردستان و اینا. من فکر کنم که عبدالله مهتدی که باید مثل این جناب آقای ژنرال دوستم یه مقدار مدالی که یه تراکتور نمیبره به خودش آویزون بکنه، بعد پنجشیر بکنه. بالاخره تو پنجشیر یه سری نیروهای ارتجایی دارن میجنگن توی کردستان. واقعیت اینه که نیروهای چپ و سوسیالیست همونطوری که شما گفتین بخش زیاد به حساب تو جامعه بودن. آذرماجدی، برگردیم به مسئله افغانستان. شما اگر یادتون باشه در حمله به افغانستان، زمانی که آمریکا به طالبان بعد از 11 سپتامبر که الان 20 سالش هستش حمله کرد،
حزب کمونیست کارگر ایران یه موضعی داشت که جنگ تروریستا به اصطلاح مورد اعتراض ما نیستش، بذارین هر کدوم میخوان از همدیگه رو بکشن، ولی در رابطه با حمله به افغانستان محکوم کرد به مردم در افغانستان. الان هم خب فرض کنین که جناب مسعود پنجشیری با طالبان بخواد بجنگه، چرا باید مورد اعتراض کمونیستا قرار بگیره؟ بذاریم بجنگن، شاید که فرصت نیست، مردم دارن زیر دست و پا له میشن، مردم شدن گوش دم به این دوتا نیرو. تمام بس. این احمد مسعود با طالبان بجنگه، دوتا آدم نیروی ارتجاع، دوتا نیروی کثیف، دوتا نیروی آمریکایی، بذار با هم بجنگه، ولی عملا مردم رو کردن گوشت دم توپ خودشون. مسئله اینه که باید یه، من فکر میکنم که اگر فرض کن که ایشون بخواد مثلا با طالبان حتی سر تقسیم غنایم بخواد بجنگه، خب بخش زیاده چپ جامعه، آدمای آزادی خواه، برابری طلب، توهمی که به این نیروها ندارن، یه فرصتی شاید پیش بیاد که بتونن خودشون رو سازمان بدن. فکر نمی‌کنین که نباید مورد اعتراض بسا چپ قرار بگیره؟ توهم هم نباید آفرید. من با این ببینید، اصلا بحث اعتراض نیست، اینکه تو پنجشیر اون اومده یه نیروی ارتجاع اومده شروع کرده سازمان داده مورد اعتراض، بحث اعتراض نیست، بس تمام سر اینه که اون وقت یه عده‌ای افتادن دنبال این روایت، یه عده‌ای برن براش کف میزنن. من عبدالله مرتضی رو کار ندارم، یکی از تأثیرآورترین شخصیت‌های سیاست تو ایران عبدالله مقتدیه. این فلاکتی که از نظر سیاسی بهش دوچار شده تو این دوره زندگیش، اون از کجا به کجا سقوط کرده، واقعا تراژیک. یکی از تراژدیای سیاست ایران عبدالله مقتدی. من به اون کاری ندارم، بس اینه که حتی یه سری از نیروهای چپ لااقل برای مدتی خام شدن و فکر کردن آره اینجا جنگ شده با طالبان پس خوبه، بدونی که ببینن این جنگ ماهیتش چیه، چجوری سازمان پیدا کرده، رهبریش دست کیه و داره چه اتفاق میخوان. طالبان و احمد مسعود با هم بجنگن، آمریکا با اینا بجنگه، نه ما اینو محکوم میکنیم نه اون. منتها اتفاقی که داره میفته پرپر شدن بسیاری از جوانها، یا به زور یا بر اثر توهم، تو این واقعیته که دردناکه، که تاسف آوره. یا امید بستن الان تو خود افغانستان یه دی از کسانی که با طالبان بدن به این مرتی که امید بستن، این تأسف آوره، این توهم تأسف آوره. و اینکه تا ابد قرار این وضعیت باشه، متاسفانه وضعیت تو این 20 سال خیلی بدتر شده. 20 سال پیش وضعیت تو خاورمیانه از این خیلی بهتر بود، الان خیلی بدتر شده. منتها بحث تمام سر اینه که این نشون میده سازماندهی جدی کمونیستی سوسیالیستی برای یک دنیای بهتر، برای آزادی خواهی و برابری طلبی، علیه هر دو تا قطب تروریستی و برای جامعه مدرن متمدن سکولار آزادی برابری طلب، این چقدر الان واقعا بیش از هر وقت روی میز ماست و باید تلاش کنیم براش بجنگیم. و این فقط توی افغانستان امکان پذیر نیست، فقط تو عراق نیست، چون تو ایران میتونه نقش مهمی داشته باشه، چون یه کشوری که از نظر ثغور جیشی و الان ژئوپلیتیک مهمه، و اگر جمهوری اسلامی رو ما بتونیم بکشیم و یه دولت چپگرا حتی فقط تو ایران بیاد سر کار، اگه قرار بشه اینا بیفتن طرفدارای آمریکا و رژیم سابق بیان سر کار، خیر. ولی اگر یه نیروی یه قدرت دولت مترقی ترقی‌خواه چپگرا تو ایران بتونه قدرتی به دست بگیره، اون میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه تو کل منطقه. ولی به هر حال این یه جنگ بزرگیه که خب رو دوش ما هست، رو دوش ما کمونیستا، آزادی خواها، برابری طلبا، که بتونیم واقعا برای بسیج و سازماندهی یک قدرت دیگه عمل بکنیم، وگرنه همین آش و همین کاسه است. آذر ماجدی، من فکر کنم که خب الان توی افغانستان یک سناریوی سیاه در جریانه، و زمانی که به ساخت جناب آقای مهتدی هم کردستان پنجشیر میکنه، بالاخره میخواد تعلقش به اون نیروهای جنبش سناریوی سیاه تعریف بکنه، جای تعجبی نیستش. ولی آذر ماجدی، یه مسئله دیگر رو
بهش نگاه بکنیم. در افغانستان خب احزابی که به حالت مترقی دارن، بالاخره از یه جامعه، از هویت انسانی دارن دفاع میکنن، به یه جامعه که نشان قومی و مذهبی نداشته باشه دارن تلاش میکنن. بخش وسیعشون و سخنگوی هاشون زنان هستن. خب مسئله اینه که اگر الان هم زنان دارن اعتراض میکنن، بالاخره پشت این اعتراض ها یه سازمانی وجود داره. من فکر نمی کنم که خب همه اونایی که آمریکا اومده بود براش به حساب دموکراسی بازی میکرد همشون رو برداشت برد. کلی حدود میگن که 106 هزار نفر رو از کابل تخلیه کرده. فکر نمی کنین که پشتش میتونه نیروهای مترقی باشه؟ و در این حالت چه استراتژی رو در زنا در جامعه افغانستان میتونن در مقابل خودشون بذارن برای اینکه بتونن حتی یه قدم شده طالبان رو عقب بزنن که بتونن از آزادی های خودشون دفاع بکنن؟ قطعا یه نیرویی که داره برای حقوق زنان مبارزه میکنه یه نیروی ترقی خواهه. منتها متاسفانه من یه گزارشی امروز میخوندم که تو تظاهرات کابل خواستهایی که مطرح شده بود خواستهای بسیار بسیار ضعیفی بود. حالا شاید بگن توازن قوا اینجور ایجاب میکنه که زنا مجبور بشن تو این سطح بیان تو میدون. باید دید این سازماندهی چه شکلی به خودش میگیره. جنبش آزادی زن تو این چند دهه اخیر به جلو اومده و دقیقا چون جلو اومده بعضن یه سری روایت های سیاسی ایدئولوژیکی رو سوارش کردن که بسیار سطحیش کردن و از ریل خارجش کردن. در این حال جنبش آزادی زن تو ایران یه جنبش قوی هست و ایران و افغانستان با هم خیلی فشرده نزدیکن. تأثیرات جنبش توی ایران حتما تو افغانستان هم دیده میشه. منتها چهره هایی که ما الان داریم میبینیم، میگم من اونجا نیستم، اطلاعات دقیقی هم به خاطر موقعیت سانسور و غیره نمیتونید داشته باشید، اینها چهره هایی هستن که با اصلاح طلبای دور حکومت اسلامی میچرخن. بحث اینه، هنرمند به اصطلاح هنرمندای ایرانی که از خاتمی دفاع کردن، از اون دفاع کردن، الان دارن فرضاً از اینا دفاع میکنن، حتی از پنشیر و احمد مسعود و اینا دارن دفاع میکنن و یه بخشی از زنایی که الان اومدن تو صحنه هم تو همون چارچوب هستن. ولی ما تو ایران یه جنبش آزادی خواهی قوی داشتیم که به راحتی میتونستیم اصلاح طلبای حکومتی رو و اصلاح طلبای حوزه زنان رو نقد بکنیم و افشا بکنیم، کاری که ما کردیم تو مدوسا، تو سازمان آزادی زن، تو حزب کمونیست کارگری وقت، تونستیم این گرایش ها رو تو جامعه ایران نقد بکنیم و پرچم رادیکالیسم رو بلند کنیم. تو افغانستان الان اون چیزی که ما میبینیم فقط همین اصلاح طلبای حکومتی هست و این تأسف آوره. و بعضا نیروهای چپ افغانستان ضد امپریالیستن و این اون چیزی هست که ما تو اشکال مختلف میبینیم، میهنم میکنن و بعد خب آره ضد طالبان بده ولی از اون بر آمریکا ولی چیکار دارن میکنن. این ضعف رو داره جنبش چپ سوسیالیستی توی افغانستان. حالا چه نیروهای دیگه دارن از زیر میان بیرون و چه نوع سازماندهی های دیگه ای رو شکل خواهند داد، این رو باید دید. من اطلاعی دقیق ندارم، امیدوارم که من اشتباه بکنم و این در واقعیت شکل دیگه ای داشته باشه. امیدوارم که این جنگی که الان شروع شده علیه طالبان بتونه قابله یک جنبش چپ کمونیستی رادیکالتر و انقلابی تری باشه تو افغانستان و مشاهد رشدش باشیم. ممکنه، امکان پذیره، ولی اون چیزی که الان داریم میبینیم متاسفانه یک تراژدی به تمام معناست. ممنون آذر ماجدی که با ما همراه شدین. برای شما ایام خوبی رو آرزو میکنم. خیلی متشکرم. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش.